بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه بینندگان خوب ایران فردا در مام میهن ایران زمین آن سوی خبر را میگوشه این با تازه ترین اخبار ایران و جهان در طول 24 ساعت گذشته زمانی نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین مطالب تعیین یازدهم فروردین به عنوان زمان فرجام مذاکرات از سوی سخنگوی دولت که یک روز قبل از سال روز تاریخی دوازدهم فروردین روز استقرار نظام دینی موسوم به جمهوری اسلامی در ایران است همینطور حضور حسن روحانی در شهر قم و اظهارات ناقدانه وی از منتقدان دولت تازه ترین سخنان تهدیدآمیز فرمانده سپاه جمهوری اسلامی شاخه نظامی تحت امر آیت الله علی خامنه ای در مانور نظامی در تنگه هرمز با منهدم کردن ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی ماجره های پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در پاریس با بازداشت سه خبرنگار تلویزیون الجزیره به عنوان متهمان ردیف اول و اصلی همینطور تازه ترین بحران آفرینی های داعش با روبودن بودن دویست نفر از مسیحیان آشوری سوریه و احتمال قتل آمد دست جمعی آنان و بالاخره درگیری و بازداشت فعالان عرفان حلقه در تجمع مقابل دادگاه انقلاب اهم مطالب و موضوعاتی بودند که از سوی رسانه ها باستاب گسترده یافتند. همیناک ادامه می دهیم با مروری بر جزئیات رویدادهای برگزیده و منتخب امشب نخست می به رویداد پر به تعیین زمان فرجام هسته ای. سخنگوی دولت ایران می گفت از نظر زمانی مقید هستیم حد اکثر تا یازدهم فروردین ماه سال آینده مذاکرات به فرجام برسد در دو روز پایانی مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا که چهارم اسفند به پایان رسید ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران حضور داشتند که این در واقع اولین بار در طول مذاکرات اتمی ایران و آمریکا بود که به جز وزیران امور خارجه دو کشور دیگر مسئولان بلند پایه آنها نیز حضور یافتند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز می گفت که ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران در این دور از مذاکرات نشان از اراده قاطع ملت ایران برای تعامل سازنده با جهان دارد به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه ششم بهمن ما گفت که منظور ما نتیجه نهایی تنها در کلیات نیست بلکه ما میخواهیم در این تاریخ مذاکرات با تمام جزئیات به پایان برسد ایشان اضافه کرده بود برای این کار باید تغییر رویه هایی داده شود و انشاءالله در این زمینه به نحو مطلوب عمل خواهد شد و با تغییر رویه که از حقوق ملت ما به نحو شایسته ای دفاع شود در هفته های گذشته و پس از سخنان رهبری جمهوری اسلامی ایران مقامات دولت ایران بر یک مرحله ای بودن توافق احتمالی با کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک تأکید اکیدی داشتند و اما در سوی دیگر به تناسب افزایش امیدواری ها در حوزه ای میان ایران و کشورهای طرف مذاکره از سوی موج گسترده از مخالفت های سازمان یافته از سوی برخی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی از یک طرف و لایه های تنروی دول منطقه ای از سوی دیگر افزایش یافته است. در تازه ترین واکنش ها ادعاهای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود مراکز پژوهشی قنیسازی تکذیب شد به گزارش خبرگزاری فارس نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک روز چهارشنبه ششم اسفند ادعای شورای ملی مقاومت در مورد وجود سایت مخفی قنیسازی اورانیوم در حومه تهران را تکذیب کرد و آن را بیپایه و جعلی خواند شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران روز سهشنبه پنجم اسفند ما خبر داده بود که اطلاعاتی را در مورد یک سایت مخفی قنیسازی اورانیوم در حومه تهران در اختیار دولت آمریکا گذاشته است شورای ملی مقاومت در این باره کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن برگزار کرد و جزئیات این خبر در روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری فرانسه نیز باستاوی یافت. به گفته ی این گروه مخالف جمهوری اسلامی این سایت مخفی لویزان سه نام دارد و در یک پادگان واقع در شمال شرق تهران پنهان شده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ضمن تکذیب این موضوع با صدور بیانیه‌ای درباره انتشار این گزارش در روزنامه واشنگتن پست مینوشت که جای تعصف است که این روزنامه ادعاهای دروغ و تکراری گروه تروریستی که ماهیت ضد انسانی آن برای همگان آشکار بوده را منتشر می کند. سازمان های اطلاعاتی غرب نیز ادعای مجاهدین خلق را تا حدودی بی اساس اند. ادامه می دهیم برنامه آنسوی خبر را با ادامه لجبازی ها و مخالفت های نتانیاهو علیه پرونده هسته ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لحنی ناامیدانه و تا حدودی معیوس در انتقاد تند از روند مذاکرات اتمی با ایران می گفت که قدرت های جهانی از جلوگیری از اتمی شدن ایران دست کشیدند. ایشان در جلسه یه روز چهارشنبه گفت از معافقت که در حال شکل گرفتن است چنین برمی‌آید که آنها منظور قدرت‌های طرف مذاکره با جمهوری اسلامی دست از تعهد خود کشیده اند و در حال پذیرش این موضوع هستند که ایران به تدریج ظرف چند سال آینده توانایی تولید مواد لازم برای تعداد زیادی سلاح اتمی رو توسعه دهد همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می گفت که آقای نتانیاهو در مخالفت خود با مذاکرات احتمالا اشتباه می کند. او روز چهارشنبه در جلسه یه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اینگونه گونه می گفت که نمیخواهد در مورد نطق هفته ی آینده نخست وزیر اسرائیل در کنگره اظهار نظر کند اما جان کری گفت که نتانیاهو ممکن است قضاوتی داشته باشد که احتمالا نادرست است نتانیاهو روز سهشنبه هم گفت اطلاعاتی که در روزهای اخیر به دست من رسیده نگرانی های ما درباره توافقی که میان قدرت ها و ایران در حال شکل گرفتن است را کاملا تشدید می کند. ایشان همچنین در بخشی از این اظهارات خود می گفت اگر این توافق امضا شود به ایران اجازه خواهد داد در آستانه بدل شدن به یک کشور اتمی قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو پا را از اظهارات معمولی در بخشهایی از اظهارات خود فراتر گذاشت و با لحنی که بوی تهدید بیشتر میداد اضافه می کرد که این وظیفه من به عنوان نخست وزیر است که هرچه در توان دارم برای جلوگیری از این توافق انجام دهم در نتیجه به واشنگتن خواهم رفت زیرا کنگره آمریکا به زعم وی احتمالا آخرین ترمز پیش از این توافق خواهد بود برنامه سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا که بدون هماهنگی با کاخ سفید برنامه ریزی شده بود و به دفعات در بخش مختلف خبری نیز اشاره کردیم باعث خشم دولت اوباما و بعضی از دموکرات های کنگره هم شده است تا جایی که سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما سه شب گفت که پذیرش دعوت کنگره از سوی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تار و پود روابط میان دو کشور مخرب است نتانیاهو پس از این سخنان بار دیگر روز چهارشنبه گفت که به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احترام میگذارد اما در مورد مسئله مهمی مثل این وظیفه خود میداند هر کاری میتواند برای امنیت اسرائیل انجام دهد و اما در این میان رسانه های معتبر آمریکایی نیز به انتشار اطلاعات و یادداشت های تازه‌ای پرداختند و اقدام کردند از جمله نیویورک تایمز روز چهارشنبه در سرمقاله نوشته بود که ممکن است موافقتنامه ای بین ایران و شش قدرت جهانی برای محدود کردن برنامه اتمی ایران در دسترس باشد بنابر نوشته این نشریه بعد از ماها عدم پیشرفت ظاهری سرعت فزاینده گفتگوها نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان در ژنو ممکن است بتوانند تا پایان ماه مارس به یک چارچوب مورد توافق دست یابند و توافق نهایی تا پایان جوان به دست آید. آن سوی خبر را پی میگیریم با سویه از خبرهای نظامی از سوی سپاه که با انهدام ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی در رزمایش پیامبر صورت گرفت و باستابه گستردهی داشت. بنابر گزارش فارس رزمایش بزرگ پیامبر اعظم نوح سپاه که با رمز یا محمد رسول الله آغاز شده بود در نخستین مرحله از این رزمایش 17 موشک کروز و بالستیک از شناورها، بالگردها و سامانه های ساحلی نیروی دریایی سپاه شلیک شد. این رزمایش در منطقه تنگ هرمز و خلیج فارس و با محوریت قرارگاه دریایی خاتم دو برگزار شد و شناورهای مختلف نیروی دریایی سپاه به اجرای عملیات می‌پردازند. این عملیات با رمز یا محمد رسول الله و با فرمان سردار سرلشکر جعفری آغاز شد در این راستا روزنامه های امروز نیز در سطحی گسترده به این موضوع واکنش نشان دادند البته و حسب انتظار روزنامه های وابسته به نهادهای نظامی و تحت امر رهبری ایران بیشتر روی مانور سپاه پاسداران تمرکز کرده بودند از جمله وطن امروز روزنامه نزدیک به مردان احمدی نژاد به گونه‌ای واژه آرایی کرد که مفهوم جنگ و تهاجم به ذهن مخاطب خطور می کند. همان گونه که می بینید با دو واژه گزینه هرمز که یادآور جمله همیشگی همه گزینه ها روی میز است که از سوی مقامات آمریکایی در مواجهه با پرونده هسته‌ای بیان می شود به ذهن خوانندگان می میشد در سوی دیگر روزنامه جوان با تیتری استنباطی میکوشید با به رخ قدرت دفاعی سپاهیان به گونی تلقی کند که در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی جایگزین می شود البته خیلی مستتر به این موضوع اشاره می کرد همان گونه که می بینید تیت زده بود انهدام مدل ناو هواپیمابر آمریکایی پشتیبان تیم هسته‌ای در مذاکره با آمریکا که به نحوی این گروه نظامی تحت امر رهبری رو از همراهان و همراهان سیاست های تدافعی دولت تعریف می کرد و در کنار دولتیان می نشان. همچنان بیننده برنامه شامگاهی آنسوی خبر هستید با خبرهایی از داعش و ربودن دویست آشوری مسیحی سوریه بر اساس گزارش ها از سوریه به نظر می رسد که تعداد مسیحیان آشوری که از یک روستا در شمال این کشور رو بوده شده اند بیشتر از ارقام قبلی که هفتاد نفر اعلام شده بود باشند اکنون برخی از منابع این تعداد را دویست نفر گزارش کرده اند زمینی که دو روز گذشته گزارش شد که شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی یا با نام پیشین داعش دست کم هفتاد نفر از ساکنان آشوری یک روستای مسیحی نشین را در شمال سوریه رو بودن. اما اکنون منابع این مسیحیان میگویند که تعداد آشوریانی که رو بوده شده اند احتمالا دویست نفر هستند. یکی از جنگجویان مسیحی این رقم را حتی بیشتر عنوان کرده و افسوده است تعدادی از این ربوده شدگان احتمالا کشته شدند. این افراد از روستای هسکه ربوده شدند و گزارش های قبلی ها کی از آن بود که تعدادی از زنان و کودکان نیز در میان آنان هستند. و اما اظهار موضع جانکری نسبت به روی کرد و کارکرد ایران در قبال داعش جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و ایران دارای منافع مشترک در شکست گروه دولت اسلامی یا داعش هستند اما مشغول همکاری در این زمینه نیستند جان کری در یک جلسه در کنگره می گفت آنها کاملا با داعش مخالفند و در واقع وارد نبرد با این گروه شدند و با آن می جنگند و در طول مرز عراق نزدیک ایران اعضای این گروه را می کشند و نگرانی های جدی درباره سرنوشت منطقه به خاطر داعش دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا می گفت که بنابراین حداقل منافع مشترکی داریم حتی اگر مشغول همکاری نباشیم. بحث درباره همکاری یا عدم همکاری ایران و آمریکا بر سر مقابله با داعش در تابستان گذشته که این گروه در عراق به پیروزی های مهمی دست یافت بالا گرفت. در آن زمان ائتلافی تحت رهبری آمریکا علیه داعش تشکیل شد که علیه مواضع این گروه در عراق و سوریه حملات هوایی انجام می دهد. ایران گفت که همکاری با آمریکا در این زمینه امکان پذیر نیست و آمریکا هم از دعوت ایران به این ائتلاف خودداری کرد چون به گفته ی وزیر خارجه آمریکا رفتار جمهوری اسلامی ایران از جمله در سوریه مانع این نوع همکاری ها می شود. با این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک موضع قافلگیر کننده در ماه شهریور گذشته گفته بود که مشکل اصلی اعراب ایران نیست ایشان تاکید میکرد که خبر خوب این است که برای اولین بار کاملا مشخص است که مشکل پیش روی دولت های سنی مذهب که بسیاری از آنها از متحدان آمریکا هستند ایران یا موضوع شیعه و سنی نیست بلکه افراطگرایی سنی است که خود را به شکل داعش نشان داده و بزرگترین خطر پیش روست در همین راستا و در همین رابطه مطلب علی خامنه ای نیز اواسط سپتامبر گفته بود که ایران بارها درخواست مقام های آمریکایی برای مذاکره درباره داعش را رد کرده است که این مطلب نیز از سوی مسئولین آمریکایی رد شده بود برنامه آن سوی خبر را با رویدادهای چند از نقض حقوق بشر در ایران پی میگیریم. نخستین خبر از غذا سخنان یونسی درباره نقض حقوق بشر در ایران است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی گفته است که برخی از نیروها و مقامات با دولت در اجرای حقوق شهروندی همکاری نمی‌کنند. علی یونسی همچنین به طور تلویحی در بخش از این مطلب و گفتگوی خود به قتل زهرا کاظمی توسط سعید مرتضوی اشاره کرده است یونسی در پاسخ به سؤالی درباره موزه هایی که علیه ایران درباره حقوق بشر وجود دارد و همچنین تمهیدات دولت تدبیر و امید در این راستا می گفت یکی از شعارهای اساسی این دولت پیگیری حقوق شهروندی بوده است در این راستا دولت سعی کرد رفتار عملی خود را بر این مبنا قرار دهد چنانچه فضا را مقداری تغییر داده و در عرصه انتخابات نیز از همه دیدگاه ها استفاده کرد ضمن اینکه در حوزه قومی نیز سعی کرد بهتر عمل کند یونسی با اشاره به آماده شدن پیشنویس قانون حقوق شهروندی می گفت باید این پیشنویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود البته ما باید مجلس آماده ای داشته باشیم و من بعید می دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و یا تصویب کند باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود که عملا انتقاد آشکار می کرد به ترکیب مجلس کنونی و آنها را ضد شهروند می خوان. یونسی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت مصمم است به وعده های خود عمل کند می گفت رعایت حقوق شهروندی فقط دست دولت نیست و خیلی از سازمان های دیگر باید همراهی کنند در حالی که بعضی از آنها همراهی نمی کنند هم وجود دارند که در اختیار هیچ کس نیستند و بسیاری از این تندروها در مراکز قدرت نفوذ کردند و خودشان عمل می کنند که البته به نام جمهوری اسلامی تمام می شود. جالب اینجاست که اشاره نمی کرد که نیروها و این تندروها وابسته به چه نهادهای خاصی هستند در حالی که افکار مومی اینها رو وابسته به علی خامنه ای میبینند این تندروها برای جمهوری اسلامی مسئله سازی می کنند و جمهوری اسلامی باید هزینه اش را بدهد و ما در این راستا در گذشته عملیات های خودسرانه زیاد داشتیم که مثلا یک بازجو و قاضی و یا مأمور نظامی و انتظامی اشتباهی می کند و با اراده شخصی کاری انجام می دهد ولی به اسم نظام تمام می شود. یونسی دستیار روحانی می گفت همکنون چند سال است که با دولت کانادا مشکل پیدا کردیم و در مورد حادثه که در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبنی بر اینکه چه کسانی این کار را کرده اند وجود دارد اگر چه به زم یونسی خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرد و تنبیه شدند و عدالت خدا درباره بعضی از این متهمین اجرا شد اما بالاخره در آنجا یک اراده شخصی صورت گرفت که جمهوری اسلامی هنوز در حال پرداخته هزینه است که احتمالا اشاره می کرد به پرونده فساد مالی و قضایی سعید مرتظوی اشاره آشکار یونسی بود به ماجرای قتل زهرا کاظمی که برخی از گزارش های داخلی در دولت خاتمی آن را به مرتضوی نسبت داده بودند یونسی در ادامه این گفتگو می گفت که همکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می گیرد که نفوذ عناصر افراطی و رو دیده می شود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود و من بهترین جا را برای گروه های تون رو مجلس می دانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم رو نقض می نباشند. سویه دیگری از آن سوی خبر علا رغم این اظهارات یونسی که با نام دستیار ویژه یا رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی انجام وظیفه می کند و خود از نقض و نبود حقوق بشری گلایه داشت در تازه رویداد خبر میرسد که مجددا مولوی عبدالحمید ممنوع الخروج شد بر اساس این گزارش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه سفر به مکه برای شرکت در کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام ممنوع الخروج شده است. وبسایت ملی مذهبی روز سهشنبه پنجم اسفند گزارش داد که نیروهای امنیتی از سفر مولوی عبدالحمید به مکه جلوگیری کردند و او که برای انجام این سفر به تهران آمده بود ناگزیر به زاهدان بازگشت در همین حال وبسایت سنت نیوز هم گزارشی درباره نامه مولوی عبدالحمید به دبیر کل انجمن جهان اسلام منتشر کرده است که وی در آن نسبت به عدم حضور خود در کنفرانس این انجمن اظهار تاسف میکند گزارش این وبسایت میگوید که مولوی عبدالحمید برخی موانع را دلیل عدم حضور خود در کنفرانس انجمن جهان اسلام عنوان کرده اما اشاره ای به ماهیت این موانع نداشته است نکته قابل توجه آنکه این روحانی اهل تسنن بلوچ ایرانی علا رقم همه مساعدت و همکاری هایش در ایجاد اخوت و سلطوستی میان ایرانیان و همینطور کمک در خور توجه ایشان در آزادسازی سربازان اسیر شده اما همچنان متاسفانه مغضوب نهادهای امنیتی تحت امر رهبری ایران است و در ادامه رویداد آخر از حلقه حقوق بشر بازداشت و دستگیری و ضرب و شتم جمعی از اعضای حلقه عرفان حلقه است معموران یگان ویژه پلیس و لباس شخصی تجمع ده ها نفر از حامیان محمد علی تاهری در مقابل دادگاه انقلاب در تهران را مورد حمله قرار داده و تجمع کنندگان را پراکنده کردند. این تجمع در واکنش به انتشار اخباری صورت گرفته بود که از احتمال محاکمه تاهری بنیانگذار ارفان حلقه در روز چهارشنبه هفتم اسفند حکایت داشت. بنابر گفته منابع نزدیک به این زندانی جلسه محاکمه وی امروز برگزار نشد. این منابع همچنین از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در تجمع امروز و آزادی آنها بعد از مدتی بازداشت خبر میدهند. سه هفته پیش نیز خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که دادگاه محمدعلی علی طاهری به زودی برگزار می شود. این خبرگزاری در ادامه مطلب خود در راستای محمد علی تاهری اشاره می کرد که همکنون پرونده افساد فلعرز وی در دست بررسی است و سه تن از مراجع تقلید طی استفتاعاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است حکم ارتداد تاهری را صادر کردند انتشار این خبر نگرانی حامیان آقای تاهری در مورد نحوه محاکمه و حکم احتمالی او را افزایش داد چرا که فرجام متهم شدن افراد به ارتداد در ایران صدور حکم اعدام است در همین زمینه خبرگزاری فارس وابسته به شپن نظامیان سپاه همزمان خبر میداد که یک 16 نفر از مربیان عرفان حلقه که بعد از دستگیری تاهری بنیانگذار آن اقدام به برگزاری کلاس کرده بودند در دادگاه در مجموع به 37 سال حبس و 130 میلیون تومان رد مال محکوم شدند محمد علی تاهری در سال 89 توسط معموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از 67 روز بازجویی در بند دوی الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین به قید وسیقه آزاد شد ایشان در اوائل سال 90 مجددا به اتهام ارتداد محاربه توهین به مقدسات فساد فلعرز و سب نبی دستگیر و زندانی شد آن سوی خبر را با چند رویداد خارجی پی میگیریم دادستانها در فرانسه میگویند سه گزارشگر شبکه خبری الجزیره که مزنون هستند به دست داشتن در پرواز یک فروند هواپیمای بدون سرنشین مسوم به پهباد در غرب پاریس پایتخت فرانسه بازداشت شدند گویا این افراد در پارکی مشغول پرواز این پهبادها بودند نام و بازداشت شدگان هنوز اعلام نشده است یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه نیز می گفت که یکی از این افراد هدایت هواپیمای بدون سرنشین را بر عهده داشته دیگری فیلمبرداری میکرد و نفر سوم نیز ناظر این روند بوده است بازداشت این افراد پس از آن صورت گرفت که حداقل پنج فروند هواپیمای بدون سرنشین دوشنبه شب و ساعت شش بامداد با روز سهشنبه این هفته در پاریس دیده شدند یکی از این هواپیماهای بدون سرنشین بالای سفارت ایالات متحده آمریکا دیده شد هرچند هواپیما های بدون سرنشین ابعاد نسبتا کوچکی دارند و به سادگی قابل خرید هستند اما مشاهده آنها در چندین مکان حساس باعث نگرانی مقام های فرانسوی شده است پرواز بدون مجوز پهبادها در فرانسه غیر قانونی است و مجازات آن حد اکثر یک سال حبس و پرداخت 85 هزار دلار است و در وقت باقی مانده با دو رویداد کوتاه دیگر از ایران برنامه آن سوی خبر را پی میگیریم. نخست اقرار به جرم مهندس ایرانی الاصل در ارتباط با ارسال اطلاعات F35 مزفر خزائی مقاطع کار سابق ایرانی که با اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات حساس درباره جنگنده های آمریکایی به ایران متهم بود و در مواردی موفق به ارسال این اطلاعات نیست شده بود اتهام خود را در دادگاه پذیرفته است ایشان روز چهارشنبه در دادگاه دادگاهی فدرال در شهر هاردفورد اتهام نقض قانون کنترل صدور تسلیحات را پذیرفت و ممکن است به 20 سال حبس مجازات شود دادستان ها میگویند که آقای خزائی اطلاعاتی درباره موتور جنگنده جوینت سراک اف سی و همینطور رپتور اف 22 را از شرکت هایی که در آن کار میکرد سرقت کرده بود بنا به گزارش مزفر خزایی 60 ساله از جمله به عنوان مهندس در استخدام شرکت آمریکایی پورت اند ویتنی بود و در این سمت وظیفه آزمایش استحکام قطعات موتور جت را بر عهده داشت مقام ها میگویند که خزائی سعی داشت با استفاده از این اطلاعات برای خود پستی در ایران درست کند به گفته مقام ها خزائی ایمیل های حاوی اطلاعاتی حساس را در سال 2009 به شخصی در ایران فرستاده بود به علاوه آنها میگویند که یک محموله مواد ارسالی به ایران را در سال 2013 ضبط کرده اند که او ارسال کرده بود و بالاخره رویارویی آرام آرام فقهای خبرگان با رو شدنهای اسنادی محرمانه از پستوی پنهان جدالهای جناهی در آستانه رقابتهای خبرگان رهبری با تازه ترین تهدید به اظهار موضع نسبت به رساله نویس خامنه ای یعنی آیتالله هاشمی شهرودی فقیه عراقی زاده ای که میل ریاست خبرگان کرده است در این میان یک نماینده پیشین مجلس می گفت مسائلی درباره هاشمی شاهرودی وجود دارد که نمی خواهم باز شود ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم درباره احتمال حضور و انتخاب هاشمی شاهرودی برای ریاست مجلس خبرگان و ایجاد دو قطبی هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی به منبع خبری به نام آفتاب صحبت میکرد و میگفت فکر میکنم اگر آیت الله هاشمی رفت سنجانی کاندیدا شود آقای هاشمی شاهرودی خود را برای ریاست کاندیدا نخواهد کرد البته گذشته ها معکوس این مطلب را زیاد شنیده بودیم که هاشمی میگفت رفسنجانی میگفت اگر شاهرودی شود من کاندیدا نخواهم شد الا ایو حالن این نماینده یه پیشین مجلس گفته چون مباحثی درباره آقای هاشمی شاهرودی مطرح است که این موضوع در مجلس ششم هم مطرح بود و من نمیخواهم درباره آن فعلا صحبت کنم به همین منظور فکر نمی کنم که ایشان رأی خبرگان را داشته باشد مگر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نفع ایشان کنارگیری کند و کاندیدا نشود درست مانند دوره در ریاست مهدوی کنی که هاشمی رفسنجانی به ایشان واگذار کردند. شاهرودی زمانی اعتبار یافت که برای خامنه ای رساله به زبان عربی نگاشت و پس از آن مورد مهر و تفقد آستان بیت رهبری ایران واقع شد و با این خبر از حوزه جدال های فقاهت وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دیگر بار و آن سوی خبر تازه در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود در امارات در حکم قیابی شش ایرانی را در ارتباط با پرونده عباس یزدان پناه تاجر ایرانی در امارات متحده عربی را به حبس ابد محکوم کرد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز عباس یزدان پناه که رویترز از او با نام عباس یزدی 44 سال یاد کرده بازرگان ایرانی است که صاحب یک شرکت تجاری در دوبه بود و در سال 2013 ناپدید شد. آتنا همسر آقای یزدی گفته بود بیم آن دارد که دستگاه های اطلاعاتی ایران در پشت پرده ناپدید شدن این تاجر ایرانی بریتانیایی باشد. طبق این گزارش نمایندگان دادستانی دوبهی مدعی شدند مهاجمان ناشناس اقدام به خوراندن داروهای مخدر به آقای یزدی کردند و از طریق بندر شارجه او را به ایران منتقل کردند. وبگاه روزنامه اماراتی گلف نیوز نیز نوشته است که سه تن از ایرانی های محاکمه شده به صورت قیابی محاکمه شدند. سه تن از آنها 32، 52 و 55 ساله هستند. متهمان ایرانی هرگونه گونه اتهاماتی در حمله سرقت یا روبایش را رد کردند اما یکی از آنها اعتراف کرده است او رانندگی خودروی را برای عملیات روبایش بر عهده داشته است طبق گزارش رسانه های انگلیسی گفته می شود آقای یزدی در برهی رو بوده شد که از طریق ویدیو کنفرانس اطلاعاتی را در خصوص اختلافات شرکت نفت الهلال و شرکت ملی نفت ایران به دادگاه لاهه ارائه می‌داد. سه هفته پیش احمد توکلی نماینده اصولگرا طی نطقی در مجلس مسئله قتل عباس یزدی را مرموز توصیف کرد آقای توکلی در بخش دیگر از سخنان خود در جلسه امروز مجلس به بیان مطالبی در مورد عباس یزدان پناه یزدی و ارتباط او با پرونده استات اویل پرداخته است آقای توکلی گفته برای پنهانکاری و پولشویی مبلغ رشوه دریافت شده از سوی استات اویل قراردادی ظاهری میان این شرکت نروژی و شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان پناه منعقد شده و نهایتا پس از چند ماه استات اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران شده است آقای توکلی با تاکید بر اینکه آقای عباس یزدان پناه در دوبه به طرز مرموزی به قتل رسیده مدعی شده مهدی هاشمی در دادگاه پس از پخش فیلم اعترافات یزدان پناه که در بازداشت های قبلی ثبت شده بود با عصبانیت میگوید قتل یزدان پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد میکند در مرداد ماه سال گذشته به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا در خصوص احتمال ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی توسط عوامل ایران در دوبه عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران گفت این موضوع در حال بررسی است آقای عراقچی گفته بود ما این خبر را از طریق رسانه ها شنیدیم و در حال بررسی جزئیات این موضوع هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آن زمان گفته بود جمهوری اسلامی ایران هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دبی و سایر کشورها را تکذیب می کند. خبرگزاری رویترز در آن زمان به نقل از منبعی در دولت بریتانیا اعلام کرد که لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده در دوبی را که متوجه عوامل ایران است جدی میگیرد. در سال 1389 و زمانی که موضوع استات اویل دوباره بالا گرفت، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به مقاله در روزنامه ابتکار جوابیه ای ارسال کرد که در بخشی از آن آمده است شرکت هورتن در یکی از جزایر دریای کارائیب ثبت شده. صاحب آن هم کسی است به نام آقای عباس یزدان پناه یزدی که ایرانی الاصل است اما الان طبعی انگلیس است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر سخنرانی خود در کنگره آمریکا که بدون هماهنگی با کاخ سفید برنامه ریزی شده تأکید کرد بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه 25 فوریه شش اسفند در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفت به کاخ سفید احترام میگذارد اما گزینه دیگری جز سفر به آمریکا و اعلام مخالفت خود با توافق اتمی با جمهوری اسلامی ندارد نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد این وظیفه من است که هر کاری برای امنیت اسرائیل انجام دهم بنیامین نتانیاهو همزمان ضمن انتقال از کشورهای پنج به علاوه یک در مذاکرات اتمی با ایران افزود از توافقی که در حال شکلگیری است چون این برمی آید که قدرت جهانی از تعهد خود دست کشیده اند و در حال پذیرش این موضوع هستند که ایران به تدریج توانایی تولید مواد لازم برای تعداد زیادی سلاح اتمی را توسعه دهد او تأکید کرد که این توافق مایه نگرانی اسرائیل است و افزود من این توافق را نمیپذیرم نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سهشنبه سوم مارس دوازده اسفند در کنگره آمریکا که اکثریت آن در اختیار نمایندگان جمهوری خواه است سخنرانی کند از آنجا که این سخنرانی دو هفته پیش از انتخابات پارلمان اسرائیل و بدون هماهنگی با دولت اوباما برنامه ریزی شده نمایندگان کاخ سفید و بسیاری از سناتورهای دموکرات اعلام کردند که در آن شرکت نخواهند کرد در مقابل نخست وزیر اسرائیل لیز دعوت به دیدار جداگانه با سناتورهای دموکرات را رد کرده است انتقاد مقام های کاخ سفید از تصمیم بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا نیز ادامه دارد سوزان رایس مشاور امنیتی باراک اوباما نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با رفتار خود به روابط آمریکا و اسرائیل لطمه میزند سوزان رایس سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا را نه تنها مایه تاسف بلکه مخرب برای رابطه متقابل دو کشور خواند جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تصمیم بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نخست وزیر اسرائیل در گذشته لزوما حساسیت لازم در سیاست خارجی را نداشته است جان کلی با اشاره به حمایت قاطع نتانیاهو از ورود ارتش آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی گفت که همه میدانند که نتیجه این تصمیم چه بود همزمان سخنگوی سفارت اسرائیل در گفتگو با رویترز هشدار داد که ایران بدون برنامه مناقشه برانگیز اتمی خود نیز موجب گسترش تروریسم بین المللی و حامی مالی آن است او به حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه و شبه نظامیان حزب الله در لبنان اشاره کرد و گفت ایران کشوری است که در آن حقوق بشر لگدمال می شود و در حال حاضر برگزار کننده مسابقات کاریکاتوری با عنوان هولوکاست است سخنگوی سفارت اسرائیل در برلین افزود برگزاری این مسابقات فرصتی برای انکار کنندگان هولوکاست است تا هنر خبیس و منزجر کنندهشان را به نمایش بگذارند برگزاری مسابقات کاریکاتور هولوکاست انتقاد شدید دولت و احزاب سیاسی آلمان را نیز برانگیخته است وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه تصریح کرد که این کشور همراه با اسرائیل و بسیاری از متحدان بین المللی خود خواستار برخوردی مناسب و آمیز با 6 میلیون یهودی قربانی هولوکاست است خانه کاریکاتور تهران کاریکاتوریست های ایرانی و خارجی را به شرکت در مسابقه کاریکاتور برای هولوکاست فراخوانده است قرار است به بهترین کاریکاتوریست ده هزار یورو جایزه داده شود دومین روز از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم نوح با حضور فرماندهان سپاه پاسداران در منطقه جاسک و سیری در استان هرمزگان آغاز شده است. این منطقه مکانی است که خلیج فارس را به دریای عمان وصل می کند و حد فاصل منطقه عملیاتی سپاه و ارتش است. ده لشکر رزمی توبخانه، زرهی، تکاور، هوابرد و نیروی مخصوص سپاه در این رزمایش شرکت می کنند و 17 رده نیروی زمینی سپاه در آن حضور دارند. سردار حمید سرخیلی سخنگوی این تمرین نظامی گفته است صدها موزه بتونی در این مناطق ساخته شده و به هیچ وجه حتی توسط پهپادها قابل دیدن و شناسایی نیست و این مناطق می تواند محل دفن متجاوزان باشد. به گفته این مقام نظامی اولین قسمت این بخش از رزمایش مربوط به دفاع ثابت و پدافند است و در این مرحله که با آتش و درگیری شدیدی همراه است موازعی به دست دشمن می افتد. به گفته این مقام در این مرحله رزمایش از تانک ها توبخانه، تکاوران سلاح های زد بالگرد، مین های جهنده و موشک های دهلاوی استفاده می شود. در نخستین روز مانور نیروهای سپاه با موشک به یک ماکت بیدفاع که در ابعاد یک ناو هواپیما بر آمریکایی ساخته شده بود حمله کردند و آن را غرق کردند بنابر اخباری که پیش از این منتشر شده بود ساختن این ماکت نزدیک به دو سال پیش و با صرف هزینه قابل توجهی در یکی از پایگاه های سپاه در قشم آغاز شده بود اول فروردین ماه 1393 برخی رسانه های آمریکایی با رصد ماهواره ها گزارش کرده بودند ایران در بندر عباس مشغول ساخت ماکتی بزرگ از یک ناو هواپیما بر آمریکایی است عدم دفاع یک ناو آمریکایی در برابر حملات انهدام این ماکت در حالی صورت گرفته است که فرضیه نظامی ملاک عمل نیروهای عمل کننده قرار گرفته است نیروهای سپاه پاسداران در اولین ساعت برگزاری این مانور ماکت ناو هواپیما بر آمریکایی را با صدها راکت و دهها فروند موشک از جمله چند موشک کروز و دو موشک بالستیک هدف قرار داده و منهدم کردند. خبرگزاری فارس اشاره‌ای به برد موشک های بالستیک استفاده شده در این رزمایش نکرده و در عین حال خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است که این موشک های بالستیک از انواع زمین به دریا و زمین به زمین بودند. مقامات آمریکایی بارها نسبت به برنامه موشک های بالستیک ایران که به گفته آنها می با خود کلاهک هسته‌ای حمل کنند ابراز نگرانی کردند. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران روز 16 اردیبهشت سال جاری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که نیروهای سپاه پاسداران برای غرق ناوهای قولپیکر آمریکایی تمرینهای زیادی کرده و می توانند یک ناو این کشور را ظرف 50 ثانیه غرق کنند. پیش از این علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در یک برنامه تلویزیونی خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس را از برنامه های سپاه پاسداران اعلام کرده بود شناورهای گشت ساحلی آمریکا از سال 2003 با هدف اجرای قوانین بین المللی دریایی در خلیج فارس به گشت زنی مشغولند رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به دلیل گفتگوهای حساس هسته با ایران انتقاد کرد و گفت ایران در تحقیقات بازرسان بین المللی در مورد ساختن بمب اتمی کارشکنی می کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرست اد رویس نماینده جمهوری ایالت کالیفرنیا در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به جان کری گفت اعضای کمیته نسبت به مسیر گفتگوهای هسته با ایران نگرانی های جدی دارند. آقای رویس گفت درباره تعلیق برنامه اتمی ایران کمتر چیزی گفته می شود و به جای آن حرف بیشتر درباره عملکرد هسته ای ایران است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که بازرسان بین المللی گزارش دادند که ایران هنوز جزئیات برنامه ساخت بمب اتمی خود را آشکار نکرده است. نمایندگان حزب جمهوری خواه و همچنین برخی از دموکرات ها نسبت به مذاکرات هسته‌ای و حسن نیت ایران در این گفتگوها تردید دارند نمایندگان مجلس آمریکا ایران را به وقت کشی و دخالت در منطقه خاور میانه متهم می کنند. با این حال موافقان مذاکرات می در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به یک توافق نامه به یک دهه بومبست در مذاکرات پایان داده خواهد شد و به نظر می رسد که این اقدام می تواند به 35 سال تخاصم در مناسبات ایران و آمریکا نیز پایان دهد. آقای رویس گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ابعاد فعالیت های اتمی با اهداف نظامی ایران ابراز نگرانی کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت بازرسان آژانس به بیش از هزار صفحه مدرک در مورد تحقیقات و فناوری های لازم برای ساخت سلاح اتمی دسترسی پیدا کردند از دوازده پرسشنامه ای که از سال 2011 آژانس برای ایران ارسال کرده است ایران تاکنون تنها به بخشی از یک پرسشنامه جواب داده است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات گفت سخنان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مشروع است و ایران اگر میخواهد با آمریکا و سایر کشورها به توافق برسد باید به این سوالات پاسخ بدهد او گفت اینها سوالهای مشروعی هستند و باید به آنها جواب داده شود آقای کری گفته است ایران به تمام تعهدات مرحله اول توافق پایبند بوده که باعث اثر گرفته شدن گفتگوها شد وزیر امور خارجه آمریکا در دفاع از مذاکرات و درباره ایران گفت آنها توافق کردند که فعالیت‌های خود را کاهش دهند و من فکر می کنم این می‌تواند باعث امیدواری باشد وزیر امور خارجه آمریکا که روز سهشنبه نیز برای دادن گزارش در مجلس سنا حاضر شده بود به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت محکوم کردن توافق با ایران قبل از اینکه بدانیم شامل چه مواردی است و یا حتی قابل یا است نامناسب است گفتگوهای هستهای ایران و شش قدرت جهانی باید تا روز سیویکم مارس به توافق سیاسی منجر شود و طرفین تا اواخر ماه ژوئن فرصت خواهند داشت تا زمینه یک تفاهم نهایی و جوامع را کنند. گزارش ها حاکی است که مزفر خزایی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در شهر هاتفورد اتهام خود در خصوص انتقال اطلاعات حساس مربوط به هواپیماهای نظامی به ایران را پذیرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، مزفر خضایی 60 ساله که به عنوان مقاطع کار برای شرکت های طرف قرارداد با وزارت دفاع آمریکا کار می کرده است، به اتهام نقض قانون کنترل صدور تسهیلات احتمالاً به تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. دادستان های فدرال آمریکا می گویند، مزفر خضایی اطلاعات مربوط به موتورهای جنگنده های F-35 و F-22 را از طریق شرکت هایی که در آنها کار می کرده از جمله پرتن ویتنی به ایران فرستاده است. پرتن ویتنی شرکت آمریکایی تولید کننده موتورهای جت، موشک و موتورهایی برای توربین های گازی است و موتور برخی جنگنده های پیشرفته مانند F-16 فالکون یا F-35 لایتنینگ دو را تولید کرده است. طبق این گزارش مقام های قضایی دادگاه فدرال می گویند مزفر خضایی در صدد بوده با ارسال این اطلاعات برای خود پست و شغلی در ایران به دست آورد. بر اساس گزارش ها آقای خضایی نزدیک به دو سال پیش در حالی که قصد داشته به آلمان پرواز کند و از آنجا به ایران برود بازداشت شد. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مأموران فدرال آمریکا ماه نوامبر 2013 تحقیق درباره آقای خزایی را آغاز کردند زمانی که معموران گمرک ایالات متحده جعبه هایی را که از سوی او با کامیون از کانتیکت به یک شرکت حمل و نقل هوایی در لانگ بیج کالیفرنیا فرستاده شده بود بازرسی کردند به گفته یه افراد دخیل در این پرونده در حالی که در سیاهه این محموله آمده بود که این جعبه ها حاوی لوازم خانگی هستند آنها در واقع حاوی دفترچه راهنمای تکنیکی برگه های مشخصات و سایر اقلام مربوط به جنگنده های اف سی و بودند. مقام های آگاه میگویند در مجموع هزاران صفحه مدرک در محموله هایی که آقای خزایی قصد ارسال آن به ایران را داشته یافت شده است.